بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم عرض سلام دارم خدمت بنندگان برنامه امیدوار استم که جور و صحت و سلامت بوده باشین و امیدوار استم که تاعت ماه رمضان بخوبى خوبی سپری شود که امروز هم یکی از روزه های ماه مبارک رمضان در آستانه سپری شدن و به اتمام رسیدن است بقیه روزه ها را هم که باقی مانده انشاءالله به خیر خوبی سپری بکنیم و تاعت عبادات بیشتری را انجام بودیم تا باشد که مشمول رحمت و مغفرت الله متعال قرار بگیریم مهمان عزیز و گرامی را امروز دعوت کردیم که در استودیو با ما تشریف دارند جناب استاد حزب الله زاهد با ما هستند ان با جناب استاد پرسوش های را مطرح میکنیم جناب استاد خوش آمدین تشکر سلام و عرض و ادب دارم حضور شما جناب احمدی سید و حضور تمام بیننده های عزیز که از گوشه و کنار دنیا ما را تماشا میکنند و خدا کنه که همه هموطنان عزیز ما چه در داخل و خارج هستن بله. همه ایشان رمضان خوبی را سپری نمایند سلامت باشند بسیار زیاد تشکر می‌کنم روزه و رمضان استاد چی تو میگذره رمضان الحمدلله بخی خوب سفر میشه تو یک رمضان هست که اصلا هیچ معلوم نمیشه بسیار هوای معتدل بسیار خوب سفر میشه الحمدلله فضا و وضعیت بسیار خوبی بلیسی. دهه اخیر ماه مبارک رمضان قرار داریم و روزه های محدودی باقی مانده است در دهه اخیر یکی از امتیازات و یکی از موارد بسیار مهم ارزشمند شب قدر است چیکار کار بکنیم که شب قدر درک بکنیم با او افتخاری بزرگ با او عظمت و با او عجر و پاداشی که یک عمر این هشتاد سال عمر در بر میگیره اگر کسی این زمانه درک بکنه با چی کار میتوانیم که از شب قدر سلامات باشی جناب احمدي سیب مطابق حدیث رسول الله صلى الله عله وسلم کی ماهی مبارک رمضان به سه دسته تقسیم شدگی هاسته کی رسول الله صلى الله عله وسلم میفرماید کی شهر عظیم مبارک اوله رحمة و اوسطه مغفرة و آخره عتق من النار رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم مهربان میکند که ماه مبارک رمضان یک ماه خیلی بزرگ و یک ماه بسیار عظیم و یک ماه بسیار پربرکت است که دهه اولی ازی رحمت است دهه اوستی ازی مغفرت است و دهه اخیر ازی که من النار خلاصی از آتش جهنم هست که امروز ما و شما در دهه اخیر قرار داریم و در دهه قرار داریم که دهه لیلت القدر هست و همچنان ماه مبارک رمضان ماه نزول قرآن هست ده. و در این دهه اخیر که ما و شما قرار داریم باید کوشش کنیم که به پروردگارمون دعا کنیم تضرع کنیم و عبادت پروردگار را کنیم و شبها را شب بیداری کنیم که تا اینکه الله تبارک و تعالی ما و شما را که اصلا قبول کند ام و عبادات ما و شما را و همچنان ما و شما را مورد عفو و بخشش خود قرار بگیرد و ما و شما بتوانیم به توسط همین عباداتی که انجام میتیم الله تبار و تعالی با وسیله امی عبادت ما ما و شما را که از, از تمام این گناه شود و ما و شما را از عذاب خطرناک و عذاب درناک جهنم الله را بلیزد ما و شما را نجات ببخشد که <متصفح> در دهه اخیر معمولا تمام بسیاری از برادرها است که امروز خوشحال هستند بسیار خوشبخت هستند که در مساجد اعتکاف نشستگی هستند و اونها که هستند است از تمام کار و بار و زندگی خود را کنار هستند و آمدگی هستند و بر نزد پروردگارشان و عبادت پروردگار را میکنن و از الله رب العزت عوف و بخشش میخواهند و یک نعمت بزرگی است که الله رب العزت برای ما و شما عطا کردگی هست که رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید که اگر کسی این دهه اخیر یعنی شب قدر را تلاش میکند و او را پیدا میکند یعنی یک یعنی شب عبادت شب قدر یعنی بیشتر از هزار شب هست پس فکر که که یعنی از عمر یک انسان که هرقدر قدر عبادت کند از عمر یک انسان هم به بالاست از عبادت که سال میشه یعنی این 80 سال میشه این چه قدر یعنی الله رب العزت اجر و ثواب و پاداش چه قدر زیاد هست پس انسان کوشش کنه که در دهه اخیر شب ها را مکمل زنده داری کند شب زنده کند نوافل بخواند تهجد بخواند تلاوت قران عظیم شان را کند و می تواند که دهه اواخر ماه مبارک رمضان که قرار داریم دیگه باید بیشتر به طاعات و عبادات و بندگی پروردگارش روی بیاورد این بهترین رایش هست که مای رحمت هست که الله رب العزت همه ما و شما را طاعات و عبادات ما را قبول کنه که یک قدر مثلا روزها از زحمت میکشیم و مکمل روز را ما و شما روزه میگیریم و امین است که روزه بگیریم و عبادت درست نکنیم و ما و شما در الله و لها بیهودگوی و سخنچینی و در گپای سپری شوه که اصلا نمو روزه ما معنای ندیهد پس این ارزشی هم ندارد پس کوشش کنیم که ما و شما یعنی مصروف کنیم خود را مصروف عبادت و بندگی الله را بالای باشیم که تا اینکه الله تبارا و تعالی برای ما و شما عجل نصیب کنیم استاد شب قدر پیشتر صحبت کردین در مورد که فضیلت بسیار عظیم و بزرگی داره قطعا و یک سوره هم به نام سوره قدر است که در اینجا در موردش صحبت شده میخواستم پرسان کنم که در کدام شب ها میتونیم که کسی جستجو بکنه پیگیری بکنه مثلا یک آدم ده های آخره مثلا تمام شبها نمی شب نمیتونه شب زاری کنه یا تمام کار داره دیگه مصروفیت های دیگری هم داره اما میخواه که یک شب دو شب مشخص که احتمال داره که در همه شبها باشه اما شب ها را پیگیری بکنه برای درک قدر شب که بیشتر آدم هم نظر هستن که باید جستجو شون دیگه شب های تاق است مثلا شب 21 هست شب 23 هست شب 25 هست 27 هست 29 هست این همی شب های تاقی تاق. که در دهه اخیر ماه مبارک رمضان قرار دارد این دوست های ما میتوانند که در نمی شبا بیشتر تلاش کنند و احتمال بیشترش در نمی شبای تاق هست بیشتر آدم به همی هم نظر موافق هستند که در نمی شبای تاق هستند باید کوشش کنیم که اصلا که اول باید دهه اخیر کلن تلاش بگیره ولی بیشتر دوستا گفته خودتان دیگه اوقدر شب زنده کرده نمیتوانند نسبتی مشکلات دارن پس دمی شب های اخیر شب های تاق کوشش کنن ان شاء الله الله بر برای عزت برایشون این شب رو ان شاء نصیب میکنه و یک شب هست که خود قرآن در سوره قدر قسمی که اشاره کرده میگه لیلۃ القدر خیر, خیر من, من الف شهر یعنی یک شب پر از رحمت پر از خیر پر از نعمت های الهی الله ربالعزتدر ا شب الله ربا هر کسرا نصیب ند هر نوع خاص از روردار داشتا ه بعباو بنرب ن ا تاف ب زمین م و انتظار ارا دار بندها الله ربااز روردارا هر نو خاص داته با اه رباب رمز و رازی که شب معلوم نیست فقط گفته شده در دهه اخیر است زمانش مشخص نیست چرا استاد دلیلی چی؟ خب یک رمزی هست که الله رب العزت اگر این مشخص میشد پس این هست که انسان ها همه اون نمو شب را انتظار میکشیدن در نمو شب عبادت میکردن دیگه شب ها و قدر زحمتی را نمیکشیدن پس اید امین است که انسان به خاطر خوشنودی و رضای پروردگارش چند روزی را باید زحمت بکشد تلاش بکشد تا اینکه رضایت الله را بالای ذات را به دست بیارد مم. یعنی هیچ چیزی تا زمانی که انسان زحمت نکشد رنج و تکلیف را نبیند الله رب العزت به هیچ کسی هیچ چیزی را نصیب نمیکنه ولی انسان باید به خاطر به دست آوردن یک نعمت پروردگار و رحمت پروردگار باید یک مقدار کوشش صورت بگیرد یک مقدار باید بندگی کند تاعت و عبادات الله رب العزت را کند تا اینکه الله رب العزت او را برایش نصیب کند پس همین هست که یک چیزی پنهان هست که الله رب العزت اونمو در دهه اخیر بیان شده گیسته و اونم بیشتر به که در شبای تاق است انسان باید کوشش کنند که در این شبا این شب را تلاش کنند که بعد از بیارن تا اینکه خواستهای خود را از پروردگارشان بخوان الله برایش ان شاء الله نصیب و نشانه داره که از روی امان علایم و نشانه ها کسی مثلا پی ببره که ممکن است در همین شب باشه ممکن است که علمایی که مثلا میگن که در شبای تاق باشه از روی برخی از علایم و نشانه ها حد سده باشن یا گفته باشن درست است استاد بله خو علایمی که بیشتر آدما میگن بسیار میگه یک شب بسیار آرام هست یک شب که بسیار هوایش معتدل است بسیار یک شب هست که از امو آب و از امو هوا و از امو روشنایی و از همه چیزایی که یک شب بسیار رحمت و پرچی هست که انسان میگه حسی امور رو میکنه که این شب ممکن شب قدر باشه با می علایم ذکر شده که که از روشنایش از معتدلیش از مثلا بسیار یک است از هر لحاظی از این علایم بیان شدگی هست که مثلا کسی را تلاش میکنه این می حیثه میداشته <تصفح> این از جمله علایمش هست بسیار خوب کسایی نه که مثلا در ای شب خوب در دهه آخر تلاش میکنن که شب قدر درک بکنن طبیعیست است که باید زمان مشخص داره مثلا از کدام زمان آغاز میشه که مثلا یک نفر بشینه تا کدام زمانه امی اه اه ابتدا و انتهای زمانی که تلاش میکنه کسی برای درک شب قدر خو شبای قدر بیشتر به هسته که در وقت نماز تهجد هست مثلا در نصف شب دلی. این حال نصف شب شروع میشه مثلا وقتی که نصف شب شو وقتی تهجد و این موضوعات که شروع میشن اونم کسایی که مثلا در تلاش هستن بعد میخزن به خاطر ادا نمودن نماز تهجد و این چیزا الا قبل از اینکه طلوع بده ما طلوع کنه تا دمی که مثلا صبح ساعت میده تا دم وقتش هست که تا به وقت نماز بله تا وقتی که وقت نماز صبح که داخل میشه تا مو وقت وقتش هست که آدم میتونه که تا وقت تلاش کنه از بسیاری از نماز عصر یا از نماز شام شروع میکنن به اعتکاف و ششتن درست است بله دیگه او دیگه اتکاف از اون وقتی که میشینند و تلاش میکنند دیگه از اما هر وقتی را که خواسته باشند میشن. میشه. در مورد اتکاف بر ما بگیرین چون شبای قدر بسیاری از معتقفین و کسایی که ده. ممکن است برنامه ما را بحث ما را بشنوند اینا باید چه کارهایی را انجام بدن. در اعتکاف هستند یک تعداد خانم در خانه شان متکیف هستند تعداد زیادی هم در مساجد هستند اینا چی وظایفی را انجام بدن چی نوع عبادتی را بکنن چی نوافلی را بخوانند که تا بتانند که اما تلاش نهاییشان برای درک شب قدر داشته باشند خب کسانی که برادرایی که مثلا اعتکاف هستند و متکیف شیشگی هستند و تمام کار و بار و زندگی خود و دنیا را ترک کردن, تر کردن و رفتن به مسجد تا اینکه به پروردگارشان رجوع کردگی است و میخواهند که در این دهه اخیر مثلا شب قدر را به دست بیارند یعنی که اینکه رضایت و خوشنودی الله را به عزت را به دست بیارند پس زمانی که اینها از همه کار خود کنارگیری کردند در آنجا رفتگی هستند نیاز به این است که اینها در آنجا میروند بیشتر عبادت الله را به را کنند نماز بخوانند تهجد بخوانند نوافل را بخوانند ذکر و اذکار الله را به را کنند و از سخنهای بیهوده گپای بیهوده لا و لحب از این چیزها باید کلن کنارگیری کنن و تمام توجهشون فقط به خاطر عبادت باشه و خاطر رضایت پروردگارشون تلاش خدا به خرج بدن و بهترین کاری که در اونجا هست میرن قرآن میخوانن و تلاوت قرآن عظیم رو میکنن و جای از که بسیاری کسی از اگر ممکن که اونا جا موجود دیگر جاش هم کناره خیلی وقت دیگه استراحت میکنن وقتی که از هم کناره گری میکنه و در مسجد یا در خانه در جای اتکاف نشسته اگر اصلا شب باید عبادتی الله را بالا ازده کنه و بیشتر کشی کنه اگر در شب بیشتر در وقت نماز تهجد وقت قبولیت دعا هست که الله را زد در اونجا خودش مستقیما نظارگر بندگانش هست که کیست که بلند می شود و دست خدا به درگاه ما بلند میکند تا اینکه ما ای بنده خود را که مورد عوف و بخشش خود قرار بدهم پس همین است که کسانی که معتکف هستن اعتکاف هستند باید کوشش کنند که عبادت الله را کنند بر خودشان دعا کنند برای هموطنان عزیزشان که در هر جه هستند برای اونا دعا کنند برای این سرزمین ما دعا کنند و ی خوب یا یک مسلمان هست که یک دعای یک مسلمان در حق برادر مسلمانش قبول زود قبول می شود پس برادرای عزیز ما که مثلا اعتکاف هستند چه خواهرها هست هر کدامشان که معتکف هستند باید در حق برادرای مسلمانشون هم در آنجا دعا گو بمشن. مخصوصا مردم فلسطین بله مخصوصا که واقعیت مردم فلسطین را که همه دنیا مشاهده میکنیم که در ماه مبارک رمضان که یک ماه رحمت و یک ماه است که بیت در این ماه آرام می بودن. امروز در بدترین شرایط قرار دارند که بسیاری از جوان شهید می شود بسیار از خانه ما بیوه می شود بسیاری اطفال که اصلا بی پدر می شوند. این مشکلات امروز در آنجا همه ای ما و شما در ماه مبارک رمضان الحمدلله ما نعمت ها در پیش ما و شما هست می بینیم و از اون میل می کنیم نوش جان می کنیم و او برادرای ما که در اونجا هستن همه ایشان گریسنه تشنه همه ایشان ماه مبارک رمضان رو در این حالت بسیار خراب سپری میکنن الله رب العزت بالای آنها رحم کند و چیزی که از توان ما فعلا میاد همین دعا هست و کوشش کنیم که در حق از آنها دعا کنیم که الله رب العزت اونها را و نارا پیروز و موفق و کامیاب در مقابل سیونیستا و یهود و داشته باشه بسیار خوب موضوع تلفن را اشاره کردین تلفن یک وسیله, وسیله ضروری وسیله هست که امروز ما و شما از آن استفاده میکنیم بله. و استفاده ی ازی بر میگرده به خود انسان که یا خوب استفاده میکنه یا خراب استفاده میکنه این کدام چیزی نیست که مثلا ناجایز باشه یا جواز نداشته باشه استفاده از این استفاده, موبا استفاده موبایل یا. استفاده درست شود بهتر و خوبتر است مثلا بعضی از دوستا برادرا در مو قران شریف هست یا تفاسیر هست یا کتب هست مم. تمام کتاب ها هست که از اون میتونه که اگر استفاده میکنه استفاده درست کنه خوب است یک تیدای دیگه هست گفته خودتونه که در شاید متکف بشینن مصرفی اون مو واتساپ و وایبر و فیسبوک و یه چیزا باز به جای از اینکه در اونجا مصرف عبادت پروردگار شون خود را مصروف تلفن میسازند و نمو چت کردن و دیگه کارهای هست که اینش باز درس نیست. درست نیست و زمانی که در مسجد میروید در اونجا به خاطر عبادت رفته پس این تلفن یا موبایل را در اونجا درست اگر استفاده میکنی به خاطر تلاوت یا به خاطر دیگر کارهای شرایش درست است در غیر از او اگر خود را در مصرف نگاه میکنید این جواز نداره درست نیست باید امو خاموش شود تا اینکه چون بیشتر این تلفن ها است که ما در وقتی ما این برای رمضان در امی تراویر هم که ختم میدانیم خیلی مزایم بود هرچند که تکرار هم میشن پس در مسجد اصلا و زمانی که یک انسان داخل میشه کوشش کنه که موبایل خود را خاموش کند به خاطر اونجا جای جا عبادت است جای نیست که بشینیم خودم مصروف آلات استفاده ای که روزمره ما استفاده میکنیم از او استفاده کنیم خود را مصروف کنیم پس <applause> برادرای ما باید کوشش کنه که در وقتی که اعتکاف هستند باید از موبایل استفاده درست کنند پس در این صورت برایشان مشکلی ندارد احسن. در صورتی که استفاده درست نمی کنند و مصروفی دیگر فیسبوک و دیگر چیزها هستند دیگر اونمو اعتکاف خود چون فیسبوک یا چیزها برنامه های خوب هم داره برنامه های خراب هم داره پس همین است اگر برنامه های خوب شمی بینن مشکلی نیست برنامه خراب شدن وقت ماشا می‌کنم میه خدا مصروف میکنه پس این موضوعاتی است که جواز ندارد باید برادرهای ما از جدا جدوگیری کنند و خود کنند یک معتقف استاز چی کارهای را مثلا بحث تلفن در جایش باشد چی کارهای دیگر را انجام نده من فی از موضوع تلفن جناب احمدی دیگر موضوعاتی هستم که مثلا در مسجد که وقتی که اعتکاف میشیند او دیگر اجازه ندارد که بیرون برود یا اینکه دکان برود یا اینکه مثلا از او حریمی که برایش تعیین شده, شده از حریم مسجد از او حریم بدون عذر شرعی دیگر نمیتونه که بیرون شود یا اینکه برای از مسجد بگذره برای در بیرون مسجد در جبشن با خانه برود یا به خاطر آوردن سودا بازار برود یک چیز دیگر برود این چیزا برایش درست نیست بیدن باید همه این چیزا را قبل از اینکه متقیب میشین باید برآورده بسازد دیگر شیشتم با کسایی که مثلا در مسجد میان میشینن صحبت میکنن قصه میکنن قصه های بیوده میکنن از یک اپا باید جدا جلوگیری کنه و همه کارش را مصروف یا الله را بلیزد کنه اونا با کارهایی که بیرون از مسجد هست و اونا دیگر هیچ اجازه نداره که مثلا ای آدم دست بزنه دیگر ای 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 اینایی ای که گفتن استاز اتکاف مثلا فاسد میکنه یا یکی آ... خلاف اما آداب اعتکاف است خلاف آداب اما مثلا بعضی از اینایی که مثلا بیرون می شود از اینا میراد با جای باز بس هم فاسد میکنه بله. مثلا بیرون رفتن یکی از عذر شری داره مشکل درست, درست. برایش بله پیش بله، بله. می شود نسبت هم مشکل با میتونه که مثلا چی کنه در غیر از و دیگه چیزایی هست که باز برامدن و رفتن و این چیزا باز اونم هست که اعتکاف از رو خراب میکنه <تصفح> اگر کسی بس... اتکافش مثلا خراب شوه یا به معروف فاسد شوه باز چی کار باید بکنه که جبران شوه همه نقص و نقصه ای که وجود داره این نقص و نواقص دیگر کسایی که اعتکاف میشینن دیگر باید اگر چی میشد اگر احیانا کسی را نظر که چی میتونه سال بعدیش دوباره بشیند دیگری کلام چیزی کف... نداره که مثلا فیدیه یا چیزی دیگر خاص دیگر یک نفر مثلا اشتباه میشه از پیشش یا به هر حالش بدون اوزار از مسجد بیرون می روه حالا با دوباره پس آمده می خواهد که مثلا ادامه بده به همه جریان روند اعتکافش باز اما مثلا شب زنده داری میکنه بیشتر سعی و تلاش میکنه باز هم این امو عجر و ثوابی را که از لحاظ شرعیش وعده داده شده حتما درک میکنه دیگه درست است چون سعی و تلاش خودم میکنه بله سعی و تلاش خود را میکنه دیگه الله رب دیگه ان شاء اجر و پاداش را مطابق همو چیز برایش سعی و تلاش برایش نصیب میکنه و دیگر مشکل باید صورت نگیره در صورتی که مشکل میگیره دیگه خود دروازه نه. رحمت پروردگار باز است دیگه انسان توبه و صفا کنه بیشتر عبادت الله را کنه نه. و دیگر مشکل چیز نداره که بسیار خوب استاد روزهای کمی از ماه مبارک رمضان باقی مانده به با صورت کل عموم اگر برمان بگین که در این هایی که باقی مانده چه اعمالی را باید روزدار انجام باته که بتانه استفاده ای و استفاده درستی را از بقیه روزهای ماه مبارک رمضان بگیره و ای بیشتر ببره و ده دهه اخیر است جنابی احمدی صاحب که انسان کوشش کنه که بیشتر عبادت الله را بلایزت را کنه درست. و همچنان یک وقت کمک و همکاری برای مستمنده و نیازمنده هست، که باید که انسان کوشش کنه که از این طریق هم الله رب العزت برایشون اجر بیشتر نصیب کند کمک و همکاری کنند برای فقرا برای, برای مساکین برای, برای یتیما ام. برای کسایی که واقعا مستحق هستند امروز ما و شما میبینید که در جامعه ما و شما ممکنه در وقت افطاری همه چیز هم به ما و شما مهیا است ولی بسیار خانواده ها هستن که اصلا نان خوش ندارن که افتاری کنن پس نمی یکی از روها شمی است که افتاری تهیه کنن برای اون مو کسایی که مثلا مستحق هستن برایشان افتاری بتن و یک چیزی هست که خیلی عجب و ثواب داره که باید افتاری بتن باید صدقه بتن باید خیرات بتن این اعمالی هست که آدم بخواهد که بیشتر اجر و پاداش به دست بیارد ان شاء الله با واسطه امی اعمال و با خاطر امینا ان شاء الله اجر و پاداش را الله رب زد بیشتر برایشان نصیب بکند و کوشش کنند که اونم عبادت هستند دیگه عبادت هم کنند و این کارهایی که مالی را هم که هست باید انجام بدن ان شاء الله الله رب زد برای همه یکی از کارهای مالی که میشه انجام داد و این واجب هم هست یعنی لازم است که باید بپرده صدقه فطر است استاد صدقه فطر امو نصابش بر ما بگو که کی صاحب مثلا واجب است که صدقه فطر بپردازه و کدام نصاب مشخص داره که یک کسی اینی قدر مثل زکات یا خودش یک نصاب داره یا عشر و یا دیگه وجوهات مالی صدقه فطر هم یک نصابی داره که اگر کسی اینی نصاب داشت میتونه صدقه بده اگر نداشت خیر بخیر و سلامت باشین نصاب اونمو نصابی که برای زکات میباشد یک کسی مثلا اونم اجناس اصلی از ضرورت چون که زمانی که می داشته باشه چیزایی که برای ضرورت هست از قبیل مثلا لباس خراب مثلا جای وسایل استفاده مثلا مثل امروز با اسکل یا متسکل چیزای ضروری هست اشیای ضروریش شاز از صورت که داشته باشه می داشته باشه میتونه که صدقه فطر بده و در نصاب زکات و چیزا با خود معلوم که حد داره نصاب که آه. باید سال حولان حول را ولی در ن... چیز او شرط نیست در ن... فطر, فطر. که هست در صدقه فطر او موضوع مطرح نیست و چیزی را که امروز تعیین شده گی هستن که از چیزایی که مثلا پرداخت میشه اما قبیل مثلا آرد هست، گندم هست، مثلا جو هست، کشمیش هست، خرما هست و این همه چیزا هست و در شرایط فیلی بهتر و خوبتر است که هر جنسی را که داده میشه خوبتر است که اون پولی امو سنجش شوه پولش را برای یک کسی که مسایق هست مثلا عدی وسطش چی مقدار مثلا پولی که از یک نفر تاین شدگی هست که وزارت حج و اوقاف این کدگی هستن 60 افغانی هستن سر هر نفر سر هر نفر و دیگر یک کسی باید مطابق همو توانش پرداخت کنه اول یک کسی هست که از توانش و نمو 60 افغانی است مطابق اینمو نرخ مثلا گندم پرداخت میکنه یک کسی هست که مثلا توانش بالا است باید مطابق نرخ کشمش پرداخت کنه مطابق نرخ خرما پرداخت کنه آدی در این سرزمین ما و شما هر کس مطابق توانش پرداخت نمیکنه واسه توانش مثلا یک از توانای بیشتر داره بیشتر پرداخت کنه یعنی هر قدر بیشتر پرداخت شما ان شاء الله الله رب اجر و پاداش رو بیشتر نصیب میکنه و بعضی هست که همی صدقه فطر رو مثلا از یک نفر میسازه اگه 60 افغانی است او را دست میکنه مثلا <سؤال> سی افغانیش به یک مستقیم میده سی افغانیش به یک میده این نشم درست نیست جواز نداره باید و حق یک کس شخص به یک نفر داده شود مکمل مثلا 60 که حق یک نفر است به یک نفر داده شود چون یک چیزی شود یک چیزی شود و بهترش هم است که با کسایی که مستحق هستند مساکین و فقرا و مثلا کسایی که خوش روزگار چیزا را که جمعواری میکنن که بیت المال است و همچنین کسایی که مجاهدین فی سبیل الله در راه خدا هستند برای اونها کمک یاری شود برای همین کسا باید پرداخته شود و همچنین کسایی که مثلا در همسایگی قرار داره کسایی که از جمله اقاربین خیشاوندا هست که در جمله مال چیز مستحق است ولی با شما در مال شریک نیست بله بله. ولی بعضی از اشخاص هست که از جمله اقاربین است ولی در عموم مال که است در اصل و در فراش که با شریک درست. مثلا هیچ نوع چیزی نداشته باشه ولی خیشش هست ای اجر ثواب نه هیچ چیزی نداره در اصل فر شراکت نداشته باشه باز به با او جواز داره که میسه خوبترش ترش میسه که با مو اشخاص یا همسایهش هست که در پهلویش هست نزدیکیش هست مسایخ است برای امونا پرداخته شود بهتر و خوبترش است و این طریقه هست که باید اینمی صدقه فطر کسایی که مثلا وجد شرایط هستن باید و همچنان در موضوع چیز که هست موضوع صدقه فطر این موضوعی که مثلا هوشیار از دیوانه از عاقل از بالغ از اینا شرط نیست مثل که در بازی چیزا اینا فن نیست فقط هم قبل از طلوع مثلا روز عید که است اونم تولد میشن و صاحب چی هست مثلا پدرش مکلف هست که مثلا پرداخت میکنه و غیر از مثلا اگر یک کسی دخترای بزرگ داره بچه بزرگ داره باز در دا اینو بزرگا باید هر کدامش خودت پرداخت کنه مثلا در همسر مثلا شوهر مکلف نیست خودش باید خودش با پرداخت کنه باید, باید هر شخص خودش پرداخت کنه ولی اگر در صورتی که من بزرگ خانواده هم از سر همه پرداخت میکنه و چی میکنه اونش هم اشکال ندارد و بهترش هم که هر کس خودش پرداخت کنه بسیار خوب جناب استاد در مورد قدر صحبت کردیم در مورد فطر هم صحبت کردیم اعتکاف هم صحبت کردیم یک بخش چند دقیقه دیگه که فرصت باقی مانده میام سری خودتان که مولای صاحب حزب الله خودشان معرفی کنند برای که کی هستند از کجا هستند چی کار کردند چه کار میکنند یک چند از زبان خودشان باشه سلامت باشه این جانب اسم من حزب الله زاهد است از ولسوالی یمگان ولایت بدخشان می باشیم خدا و همچنان در کابل الحمدلله فعالیت های علمی داریم که بنیان بنیانگذار دارالحفاظ خصوصی قرا زینت القران می باشم و همچنین مؤسسی آموزشگاه علمی پویندگان علم می باشیم و بخش مدرسه ما در خصوصی قرآن زینت القرآن که دو نمایندگی داره سه نمایندگی داره و که دو از طبقه آناس هست و یک تاش از بخش ذکور است و همچنان آموزشگاه علمی ما هم که در دو محل فعالیت میکنه که دو نمایندگی داره الحمدلله و در نظر داریم که در آینده نزدیک دیگر فعالیت های خود را انکشاف کنیم و کوشش میکنیم که در بخش مدارس و همچنان در زیرش در بخش یک مکتب و اجتماع در برنامه داریم که الحمدلله دیگر در سال آینده انشالله این در این سال اونم برنامه شروع میشود <تصفح> سر نو بیشتر کار داریم کار که آموزشگاهی که گفتین آموزشگاه علمی به شکل یک کورس هست بله آه با بخش یک بسکل یک کورس هستن. کی هست شامل چی مزامینی است تمام مزامین است زبان های انگلیسی است عربی هست کامپیوتر است این علوم ساینسی مکمل هست علوم عصری و دینی کلا مزامین تو اینجا نشون میده چقدر شاگرد دارین در دا کورس در بخشی و تقریبا یک شاگرد داریم نام خدا کس میگیرین بله خوب میگیرین؟ نه اما ساحه <applause> طوری هست که بخدا معلوم که شرایط تو ایجاب نمیکنه بسیار مردم در حالت قرار داره که بسیاری از کسایی هستن که مثلا یتیم هستن آدمای بی بضاعت هست بسیاریش رایگان مثلا پس در بخش مدرسه های مام یعنی و فقرا و فقرا وی کسایی از که از مدرسه دارو... هم کورس میگیرین از اون هم میگیریم بسیار, بسیار خوب از مدرسه چند کورس میگیرین مثلا فی نفری فیس. از کورس چند میگیرین تفاوت بین فیساید تا فیسایشون تفاوت از باز از بخش کورس به معلوم که بیشتر می باشه و از بخش مدرسه کمتر می باشند چون طوری هست که جناب احمدی صاحب بیشتر از 20 استاد ما داریم این همی بیست استاد ماش کار و همچنین ما چهار دانه تعمیر داریم این تمیر ها کرا به کار دارند و همچنان مالیات هست و همچنان تکس لوحه و چیزا مالیات هست مالیات هم خیلی سنگین مالیات هم هست که و همین موضوع لوحه و چیزها خیلی بیشتر پول میگیرد که اینا همهشون جنجالی هست که با گرفتن که اونمو شاگرد لیلی هم خیلی زیاد هست اونمو مثلا از صد افغانی شروع میشه از تا پنجاه افغانی هم شاگرد هست و بیشتر رایگان هم است то 200 ағонӣ фис ичро мадрасара фисш арзон мегирیн боз курса маصрафша боз фисша бештар мегирен дар ҳоли ки ҳарدуш як чиز асت к ҳолат وазъیят дора ммкин аст کи як қисм молиیят бипардозен як устоذа маثалا таفоوути несت ки ҳардуша я ки мعош метیн نه تفاوت جناب احمدی صاحب در بخش مدرسه و کورس تفاوت هست در بخش مدرسه ما مالیات پرداخت نمیکنیم مثلا فیسدی نمیدیم در بخش کورس کی است 10 درصد معرف از پیش ما میگیره در فیسدی هم شاگرد تا 10 درصد معرف میگیره و همچنین در بخش مدرسه دلیل که هستن از اون فیسدی را نمیگیره این هم امتیاز برای مدارس هست که این فیسدی را ما دیدم مثلا کم میگیریم و همچنین با بخش مدرسه کی است با معلوم که دیگر باز امو بسیار کسا هست که پرداخت بسیار کم هم میکنن و همچنان دیگر یک کار خیر, خیر هست کار خیر ما نظرم است، البته نمی فهم شاید اشتباه باشه اما پشنهاد من میست که از مدرسه یا از دار فیسی کم نگیرین استاد فیسی بیشتر بگیرین جایگاهش فیسش به حد مثلا کورس باید برسانین بین مثلا حفظ قرآن کریم مثلا روخانی قرآن کریم یا تفسیر یا تجوید یا فق فیسش باید اندازه فیس زبان و ادبیات انگلیسی باشه ساینس، الجبر، کمپیوتر اینا باید باشه در یک صد باید قرار بگیره کسی که بیشتر اگر میخواه که فیس بپردازه بیایه به اینجا معنایش که به همی رشته به همی مضمون علاقمند است و ارزش باهای بیشتر میکنه و قدرش بیشتر میبانه اگر رایگان باشه یا اگر مثلا 50 رو باشه یا ای که فیسی کمتر بگیرین ممکن است که یک نفر رو قدر زیاد پیسه که نه از جیبی آدم تبیز که چیزی را او قدر زیاد توجه و علاقمند نمی‌باشه به با او جناب احمدی سه موضوع خوبی را اشاره کردین ده. اصلا در این موضوعات ما که تفاوت در مبین ها هست در بخش چیزشان ولی زمانی که یک کسی در کورس دا زبان انگلیسی یا کامپیوتر هر چیزی که مزامینه ما داریم هر قدر فیسی که ما میگیم برایشان امور را پرداخت اما قرانی در قرآن کریم در بخش قرآن کریم پرداخت نمیکنن و این موضوع را برای ما شنیده میگه که شما قرآن را سودا میکنن قرار را میفروشین شما تجارت این موضوعی است که تجارت ما... جدا هست بله. بس آموزش جدا است باید بپردازی بله. برای عزیز اما در دیگر بخشا به معلوم است که ما پرداخت میکنیم اما در بخش مدرسه در بخش قرآن شریف خانواده ها که دیم خیلی چند نظر یک پرسش دیگر را مطرح کنم باز با شما خداحافظی بکنیم حیلوش. که قارسیب هم تشریف دارند در دا اینجا یک چند دقیقه هم امرای قارسیب صحبت کنیم خبر شدم دیدم که به مسابقه بسیار عظیم و بزرگی را برگزار کردین سیرت النبی را برگزار کردین و تعداد زیادی از دخترها بچه ها شرکت کرده بودند از این مسابقه یک چند خبرمان سلامت باشید جناب احمدی صاحب قسمی که شما در جریان هستین و هل. دوستا هم اگه مشاهده کنن و دیدن که در حدود بیشتر از 800 دانه مشترکین ما داشتیم در مسابقه که دیروز الحمدلله دیگه با همکاری وزارت ارشاد حج و وقف همین مراسم امتحانشون برگزار شد که خیلی الحمدلله به خاطر از اینکه این همی جوانای ما خواهرای ما برادرای ما از سیرت والای رسول الله صلی الله علیه و سلم آگاهی حاصل کنن و همچنین یک نوع این ترویج فرهنگ مطالعه در مبین خواهر و برادرها رواج شود به می خاطر ما رو برا انداختیم ولی الحمدلله جوایز را برش در نظر گرفتین برای بر جوایز چی را در نظر گرفتین جوایزی که در نظر گرفته شده از قبیل کامپیوتر بود و, و از ماشین های خیاطی و ماشین کالاشویی یخچال است دیگر تفاسیر هست همچنین موبایل مبایل <applause> موبایل هسته و همچنان تقریبا در حدود 50 نفر مشخص کردگی هستیم که جایزه در نظر گرفته از او به بعدش هم دیگر با تقدیرنامه در نظر گرفته شده یک گرفته جلد که کتاب و یک جلد قرآن شریف آه در نظر گرفته شده و نمو چیزه است که انشالله یک تخت های بسیار با چیزی وزارت همکاری وزارت ایشال حج و قاف که دیگر معتبر می باشه برایشان انشالله ایتا می شود سلامت سرفراز باشین موفقیت های بیشتر خواهن است سلامت باشین از اینکه ما را دوات کنین لفت کنین خیلی سلامت باشین بینندگان عزیز دکتر سب عبیدالله امیری در استودیو با ما تشریف دارن که انشاءالله بیشتر صحبت میکنیم دکتر سب خوش آمدین خیر باشین زنده باشین سلامت باشین روزه و رمضان دکتر سب چطور میگذره؟ الحمدلله عوض بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلام به شما احمد سب و امی رقم همکارای عزیز بینیده هایی که ما را از تلویزیون میبینه شکر خدا خیلی خوب است دیگه انشاءالله که بینیده های عزیز ما کل مردم افغانستان هم رقم کل مسلمین یک رمضان پر از دستاورد داشته باشه انشالله انشاءالله, انشاءالله. دکتر سه روزه و رمضان از بسیاری از طبیبان و دکتران هم در موردش میشنویم بیشتری از علمای دینی هم صحبت میکنن که روزه فوایدی داره خب فواید معنوی اوناش در جای خودش باشه روزه چه فوایدی یا چی سودی برای صحت انسان داره یعنی چقدر از لحاظ فیزیکی به انسان صحت میبخشه و انسان صحتمند میسازه روزه میشه یک موضوع خیلی خوب یک موضوع خیلی عالی است در کل نظر به علمی که خدای متعال جل جلاله او جل داره تمام احکام دینی را و تمام او کارهایی را که مسلمان ها را به او مکلف کردن در یک شرایطی ایجاد کرده که از لحاظ صحی و از زاویه های مختلف و انسان مفید باشه یکی از او بحث ها بحث صحی است مثلا رمضان مبارک وقتی که میاد یکی از بحث هایش که به مردم بسیار داغ می باشه همی است که مثلا فایده صحی رمضان چی است یا آیا این رمضان به صحت انسان ضرر داره یا مفید است این چه رقمی است اگر ای تو یک موضوع می بود که رمضان بالای صحت انسان مزر واقع شود و باعث ضرر رساندن به صحت انسان شود باز امی حکم خدای متعال جل جلاله به خاطر روزه گرفتن زیر انتقاد اکثریت قرار می گرفت چرا می فکر کسی مثلا خدا باشه پروردگار باشه بیمار باشه شود دیگه بازی یک حکم <تصفح> یا یک ضرر به اجتماع یا به مردم وارد میکنه <تصفح> ولی خوشبختانه نه تنها کی رقمی نیست که ضرر وارد بکنه خیلی از فایده داره مثلا یک میکانیزم خیلی حالی را که ما در تبابت به او اشاره میکنیم بحث میتابولیزم است <تصفح> که غذاهای مختلف که وقت وارد بدن انسان میشه از طریق تعاملات مختلف و انرژی مبدل میشه و در جریان غذا خوردن یک قسمت از این غذاها به شکل انرژی ذخیره‌ای در بدن ذخیره میشه به شکل اصطلاحی بیش گلایکوژن و همین رقم شحمیات در بدن انسان ذخیره میشه دیگه وقتی شحمیات اضافه میشه و در طول 11 ماه انسان همیشه هم از غذا استفاده میکنه متواتر و هیچ وقت تو گرسنگی احساس نمیکنه این ذخیره های غذا باعث میشه که شحمیات در بدن انسان زیاد شود و باعث انواع بیماری ها و مشکلات با انسان شه. از جمله بیماری های قلبی همین رقم فشار و خون و دیگه بیماری هایی که هست ولی با فعلا یعنی از بس که درباره همین صحت که رمضان ایجاد میکنه یا فایده صحی که رمضان ایجاد میکنه بس شده با فعلا تو زیاد ما نیاز نمیبینم دایی بار باره زیاد گپ بزنیم خیلی خوب است رمضان به صحت انسان انواع بیماری ها را کنترل میکنه حتی برای ختم کلام خود درباره موضوع صحی رقم یک اشاره بکنم که علمای غربی یا دکترای غربی یا کسایی که غیر مسلم، مسلمین هستن حتی مردم خود مریضای خود و کسایی که از وا گپ شنوی دارن اونا رو به روزه گرفتن تشویق میکنن یعنی شما روزه بگیرین حداقل یک مورد در سال روزه بگیرین یا رژیم غذایی تان مناسب بیار بکنین که برای مسلمان ها خدای مطال جل و, جل و, جل و پیش از پیش روزه را تعیین کنه بعضی طبیبا یا دکتر سیبا هست که برای مریضای خود مثلا میگن پرهیز توصیه میکنن میگن از این مثلا غذا پریز کنین نه چیزا نخورین مثلا این چیزا نخورین این چیزا بیشتر بخورین یا این چیزا کمتر کنین انمی هم خودش یک نوع مثلا دور کردن مردم از غذا و تشویق به یک نوع روزه نیست بله 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 همین قسم است به مو فایده که روزه گرفتن یا اجتناب از خوردن غذاها داره بله. دیگه اکثر دکتر صاحبم ای رو باز میکنند که از یک غذا محدود باز جلوگیری شوه از خوردنش باست 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 یا استفاده نشه خودش یک روز از, از است ولی برای مسلمین بیشتر باید این مطرح باشه این برشان قابل فکر قابل بحث باشه که واقعا فواید اصلی روزه چیست یا فواید معنوی و دینی روزه چیست و چه روزه میتونه در سلوک انسان در رفتار انسان تغییر ایجاد بکنه دکتر صاحب یک تعدادی که مثلا با آمدن رمضان میگن که تکلیف مشکلی معده داریم و مثلا با روزه گرفتن اما دردی میده ما یا مشکلی میده ما حاد میشه بیشتر میشه این چطور سیگه درست است از لحاظ صحی نیست خوب از لحاظ صحی yes. نظر به مشکلاتی که اکثریت می داشته باشن یا یک, یک اقلی از مردم می داشته باشن خیلی خوب است که به با اونا باز تجویز شده که روزه نگیرن خدای متعال جل جلاله خودش می فرمه کسی که روزه گرفتن به صحت ضرر می رسانه و اونا را بری 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 متضرر بری بری بری. می به مریضات اجازه است که اونا رخصت بگیرن از رمضان و روزه را در یک وقت قضایی بگیرن یا به جای از او کفارت تعیین شده که باید کفاره پرداخت بکنند پس کسی که یک طبیب مسلمان یا یک طبیب حاضق او را تعیین میکنه که روزه گرفتن به صحت از او مضر است باز میتونه که روزه نگیره این یا قضایی فتوای دکتر دیگه فتوای, فتوای است بسیار خوب روزه پیشتر گفتین که در انسان تغییر ایجاد میکنه میکانیزم تغییر سلوک روزه در انسان چی است این یکی از مهمترین بحث که اگر خیلی کم به او پرداخته شده باشه همین میکانیزم تغییر روز است مثلا ما عملا مشاهده میکنیم وقتی که رمضان مبارک میه خیلی از مردم در سلوکشان در رفتارشان در رفتار اجتماعیشان تغییر ایجاد میشه مثلا امرای والدینشان امرای مثلا خانوادهشان رفتارشان تغییر میکنه خوبتر میشه همین رقم در اجتماع رفتارشان تغییر میکنه میبینیم که خیلی تمایل به عبادت در رمضان ها مساجد پر می باشه از مثلا کسایی که اونجا نمازگزار هستن و همین رقم از مقتدی ها و از حتی دهی ده ده آخیر رمضان معتکفین خیلی زیاد می واقعا این میکانیزم که در انسان ایجاد میشه چی،, چی گونه است چی رقم یک میکانیزم داره چرا باید انسان در یازده ماه دیگه اوقدر میل به خوبی و نیکویی و اوقدر میل به عبادت نداشته باشه یگان دفعه سر آدم بسیار ثقیل تمام میشه حتی مثلا نمازای فرضی ولی در رمضان میبینیم که برای لوازی که نمازای فرضی را ادا میکنن حتی به تراویح و که سنت و مستحب باشه به با او مسجد پر میشه و 20 رکات نماز تراویح میخوانن همین رقم عبادات دیگه مثل تهجد و مثل مثلا تلاوت قرآن خیلی زیاد میشه واقعا میکانیزم از چی از خیلی گپ عمده و اساسی است قبل از اینکه ما به این سوال پاسخ بدم اول یک بحث کلی راجع به با نظام باطنی انسان میخوام داشته باشم خدای متعال جل جلاله همین رقم که به انسان یک بدن داده یک جسم داده مم. که خاکی است و از گوشت و پوست ساخته شده یک نظام باطنی داره که مولانای روم درباره از این میگه میگه گر به صورت عالم اصغر تویی هم به معنا عالم اکبر تویی دانشمندای غربی میگفتن که انسان عالم صغیر است یعنی با کلی که و موجوداتی که در عالم وجود داره انسان در کل در وجودش یک عالم صغیر حساب میشه پس اگر آدم, به مثلا ظاهرش عالم صغیر باشه باز مولانا روم میگه به با باطنش به با نظام باطنیش یک عالم کبیر است یک عالم بسیار بزرگ است این عالم کبیر مثلا به چی معنا یا به چی مفهوم میتونه شود انسان شامل دو بود میشه خدای متعال جل جلاله میگه و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها میگه قسم به با بادی بدن انسان را بسیار بزیبایی و مرتب ترتیب کردیم و باز او یک جمله از فجور یک جمله از بدی ها یعنی سرچشمه از بدی ها یا بگیم خلاصه از شرارت ها را در وجودش نهادیم و همین رقم یک خلاصه از خوبی ها و نیکو ها و تقوا را در وجودش نهادیم باز میگه که کسی که میتونه ایره تسکیه بکنه او به فلاح و رستگاری میرسه و کسی که نمیتونه ایره تسکیه بکنه یا نمیخواه نمی ایره تسکیه بکنه بازو مثلا بدبخت میشه یا به گناه ها و مسایب گرفتار میشه پس خدای متعال جل و جل, جل در وجود انسان دو اصل نهاده یک اصل روح یک اصل نفس انسان که روح انسان مجموع کل خوبی ها یا تمایل و کل خوبی هایی که انسان داره او از روح انسان سرچشمه میگیره و امیرقم کل بدی ها یا احساس مثلا مرتکب شدن بدی ها کلش از نفس انسان سرچشمه میگیره همین رقم این رفت روح از خود معاونین و از خود کمک, کمک داره به نام ملک و شیطان مم. که ملک انسان در امور خیر و همین رقم شیطان انسان بر رفتن به مسیر شر یاری میکنه یا کمک میرسانه یا ملک الهام میکنه به دل انسان و شیطان وسوسه میکنه که حتما کل بیننده ها و کل انسان ها این وضعیت در درونشان احساس میکنن همیشه مثلا دوچار وسوسه, دو وسوسه, وسوسه یا دوچار گپهای های زد نقیز بکنک و برونه رو یا این کار انجام بده یا نتی رقم یک حالت و کیفیت در قلبشان احساس میکنن پس کسی که میتونه روح خود تقویت بکنه و نفس خود تسکیه بکنه مثلا دنبال وسوسه شیطانی نره و همیشه الهامات ملکی اما اساس عملش باشه و به اساس الهامات ملکی عمل بکنه این انسان انسان نیکوکار است دا. چی رقم روزه میتونه دهی تو یک ماحول یا دای دا تو یک نظام باطینی انسان تاثیر بگذاره مثلا شما میبینین که روزه انسان از خوردن بعضی از غذاهایی که قبلا مباه بوده از اون من میکنه خدای متعال جل جلال جلاله در یک وقت معین مثلا از صبح تا از صبح از شام, شام, بله انسان نهی میکنه از اینکه غذاهای مثلا هم مباه بخوره مثل آبی که مونده مثل خرمایی که مونده یا میوه هایی که اینجا مونده نمی گذاره کی را بخوریم یا به ما فرض است که نباید در وقت یا در دمای رمضان از این استفاده بکنیم وزنیم. اینا غذاهای مرعی نفس انسان هستند یعنی غذاهایی که قابل دید هستند به نفس انسان و نفس انسان چارج میکنه تقویه میکنه امی غذاهای مرعی است خورده میشه نوشیده میشه اضافه از نیاز وقت میشه و به نفس انسان غذا میرسونه و نفس انسان تقویت میکنه برعکسش غذاهای روح انسان عبادات است و تمام عباداتی که به خاطر حصول رضای خدا جل جلاله خوب باشه کلش به با روح انسان غذا میرسونه و روح انسان تقویت میکنه پس انسان کسی یا بگیم انسان خوب است که روحش تقویت شده باشه نفسش تسکیه شده باشه یا نفسش پایین شده باشه این دو تا ضد نقیض یک دیگه یا بگیم وقتی روح رشد میکنه نفس اتومات تسکیه میشه یا وقتی نفس رشد میکنه روح باز اتومات ضعیف میشه پس مکانیزمی که رمضان ایجاد میکنه به خاطر تغییر امی است غذاها را نمیمونه که انسان ها بخوره یا غذای مرئی نفس کنترل میکنه و امی رقم عبادات بسیار زیاد است مثلا از جمله که در رمضان باز ایجاد میشه یا کیفیت در عبادات است خدای متعال جل جلاله از زبان پیامبر صلی که ما عبادات نفلی و سنت شما را به مسابه فرض در رمضان حساب میکنیم و فرض فرایضتان هفتاد مرتبه میتیم و همچنان شب قدر دهی ماه مبارک وجود داره که بیشتر بیشتر از یا بهتر از هزار ماه پس ای از لحاظ کیفی نیرو میرسونه به روح انسان پس انجام عبادات وقتی 70 مرتبه باشه وقتی بیشتر باشه به با روح انسان انرژی بیشتر نسبت به دیگر ماه میرسه و امیر رقم چرا که انسان خود از خوراک من میکنه غذای ظاهری رو یا غذایی که دیده میشه از نفس به اون نمیرسه اتومات نفس تسکیه میشه روح انسان تقویه میشه پس همون میکانیزم است که انسان میتونه در رمضان باز انجام امور خیر بکنه بسیار براحتی راحتی مثلا یک وقت نمیتونه نورکات نماز خیلی به مثلا مشکل, مشکل بخونه ولی اول 20 رکعت نماز تراوی جمع نورکات نماز خوفتن میخونه حتی در شب باز به تعجد میخیزه همین رقم باز تلاوت قرآن می داشته باشه پس این یک میکانیزمی است که انسان کمک میکنه یا بشر و بشار کمک میکنه از این فرمولا دکتر صاحب بزرگوار دو دقیقه دیگه فرصتمون مونده صحبت های شما بسیار صحبت های شیرین خوبی هست علمی و دقیق است ان در یک فرصت دیگه باز بیشتر با هم صحبت میکنیم در دو دقیقه دیگه دکتر سید و الله امیری خودشان رو برای ما معرفی بکنن که کی هستن از کجا هستن چه کار کردن خب به خاطر از اینکه زیاد ایتو آدم مطرح و مشهور نیستیم ما فقط محصول استمتولوژی پانتون کابل هستم خدا. دیگه در اونجا درس میخوانیم ما سال پنجم سال سیوم درس ما سمستر پنجم هستیم <applause> دیگه اگر ما یک پیام داشته باشم به با عزیزا و به دوستا و کسایی که برنامه رو بینینده هستن چرا که وقت ما کم بود نتونستیم به اصل مطلب اتو واضح برسیم انشالله در فرصت های بعدی مگه اتو یک ایت پیام داشته باشم می است که از فرصتی که دارن از رمضان مبارک از این استفاده بکنن میکانیزمی که دوا ای تغییر ایجاد کرده ای را بفهمن و ایره دموهای دیگه باز عملی بکنن رمضان اتو یک فرصت نیست یا خدا جل جلاله رمضان به خاطر نورد که ما در رمضان فقط خوب باشیم بعد از رمضان باز همون کارهایی را که سابق میکردیم همو کارا را بکنیم رمضان یک ورکشاپ است یک یک امتحان تغییر است که خدا جل جلاله به انسان نشان میده که اگه تو بتونی غذاهای مرئی و نامرئی نفست کنترل بکنی و به روحت غذا برسونی انسان خوب شده میتونی و همین رقم ده یازده ماه دیگه از ای تغییر فاهشی این تغییر فاحشی که بین روح انسان و بین نفس انسان میه از این استفاده کرده باز انشالله میتونیم که دیگه پیشرفت بکنیم در دیگه ماها بیشتر مواظب خود باشیم ذخیره را که در رمضان کرده بودیم بزور در دیگه ماها از دست ندیم و در کل این فرصت دنیا را این فرصت اندک دنیا را یا عنوان یک که خدای متعال جل جلاله هو از انسان ها میگیره با دیدی تو یک آزمون ببینیم و همیشه کوشش بکنیم دنبال حقایق باشیم خدا جل جلاله هم میگه فبشر عبادی الذین یستمیعون القول فیتبعون احسنه میگه بشارت بدی و بنده های ما که سخنا را میشنون بهترینش انتخاب میکنن دنبال بهترین تعبیر از دین باشیم بسیار خوب سلامت سرفراز باشی, باشی. جناب دکتر سیف بزرگ تشکر زنده باشید بنندگان باشی. عزیز داشت های برنامه در همین جا به پایان رسید تا برنامه دیگر خدا و نگهدار شما